به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دست ما قرار گرفت. معاون وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست دوحه به طور جداگانه با نمایندگان آمریکا، روسیه و چین درباره افغانستان گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه اعلام کرده است که در این دیدارها بر اهمیت نقش جامعه جهانی برای کاهش مشکلات مردم افغانستان تاکید شده است. پیش از این دیپلمات‌هایی که در نشست دوحه حضور داشتند به افغانستان انترنشنال گفتند کشورهای مثل چین، روسیه و پاکستان تلاش دارند راه برای به رسمیت شناسی طالبان پیدا شود. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل پس از پایان نشست دوحه در یک کنفرانس خبری گفت در میان نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و نمایندگان کشورهای غربی درباره افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. حنا ربانی معاون وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در حاشیه نشست دوحه به افغانستان انترنشنال گفته بود که 40 میلیون افغان نباید قربانی سیاست شوند. او تاکید کرد که بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان مهمتر از این است که کدام رژیم در این کشور حکومت میکند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که یک فرمانده طالبان در این ولایت به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن پلیس و انجام زنا بازداشت شده است. به گفته منابع، این فرمانده طالبان متقین نام دارد و عضو کمیسیون نظامی این گروه در پنجشیر است. گفته می شود او فرمانده طلعه قرارگاه فرماندهی امنی طالبان در پنجشیر نیز است. به گفته منابع، متقی باشنده اصلی ولایت قندهار است. دو منبع از فرماندهی امنی طالبان در ولایت پنجشیر که نمیخوان هویتشان فاش شود میگویند که متقی روز گذشته دوشنبه 11 ثور از خانه‌اش به اتهام تجاوز جنسی بر یک پلیس زن و انجام زنا با این زن بازداشت شده است. او خانه رئیس سابق صحت عامه این ولایت را در منطقه پاراخ از مربوطات مرکز پنجشیر تصرف کرده و در آنجا زندگی میکرد. همزمان باشندگان محل نیز تایید میکنند که از روز گذشته این فرمانده طالبان از منطقه پاراخ در هماهنگی دادگاه و دیگر ادارات نظامی طالبان بازداشت شده است. به گفته منابع معتبر، متقی نخست در فرماندهی امنی پنجشیر بر این پلیس زن به اجبار تجاوز میکرد و اخیرا او را برای رابطه جنسی به خانهاش میبرده است. منابع از فرماندهی امنیه پنجشیر هویت پلیس زن را که مورد تجاوز قرار گرفته است افشا نمیکند، اما میافزاید که این زن شوهر دارد. روشن نیست که این پلیس زن باشنده اصلی ولایت پنجشیر است یا از ولایت دیگر. این منابع میگویند که متقی به بهانه های مختلف بر این زن فشار وارد میکرد تا او روزانه به دفترش بیاید. به گفته منابع، این پلیس زن تهدید به مرگ و برکناری نیز شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در پنجشیر به پیام خبرنگار روزنامه اطلاعات روز پاسخ نداد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. به درود.